رویدادهای ناگوار و تکان دهنده از شب گذشته که همین حالا به ما رسید. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. افزایش جان باختگان انفجار دیروز در کابل. وزارت امور داخله افغانستان از جان باختن 13 تن در نتیجه انفجار دیروز خبر داد. وزارت امور داخله افغانستان میگوید که عصر دیروز در مربوطات حوزه 13 کابل، ساحه پل خشک داخل کوچه مرکز کوثر دانش انفجار صورت گرفت. در ادامه این وزارت افزوده است که با تأسف از اثر این رویداد تا اکنون حدود 13 شهید و 30 زخمی به درمانگاه ها انتقال داده شده است. در این حال طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله در تویترش نوشته است که انتحار کننده عصر دیروز در حوزه 13 کابل، ساحه پل خشک که میخواست داخل مرکز آموزشی کوثر شود، پیش از رسیدن به هدف از سوی نگهبانان مرکز شناسایی کردید و خودش را داخل کوچه انفجار داد. یادآوری میکنیم که عصر دیروز در آموزشگاه کوثر در غرب کابل انفجار رخ داد. نکوهش یورش انتحاری دیروز کابل توسط عبدالله. وزارت امور داخله افغانستان از افزایش جان باختگان و زخمیان انفجار دیروز غرب کابل خبر داد. به گزارش اسپادنیک، وزارت امور داخله افغانستان میگوید که در نتیجه یورش انتحاری دیروز 13 تن شهید و 30 تن دیگر زخمی شدند. در این حال دکتر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در پیوند به یورش تروریستی بر آموزشگاه کوثر دانش در کابل را نگاهش کرده و نوشته است که با تأسف عصر دیروز در حمله تروریستی در مقابل دروازه مرکز آموزشی کوثر دانش در دشت برچی کابل، در غیر نظامی شامل کودکان و دانش آموزان به شهادت رسیده و تعداد دیگری زخم برداشتند. این حمله ضد بشری و خلاف موازین و ارزش‌های اسلامی و انسانی تروریستان بدصفت و جوان را با شدیدترین کلمات محکوم می‌کنیم. تروریستان بزدل و خدا ناباور با حمله به کودکان و دانش آموزان بیگناه و مظلوم نشان دادند که به هیچ آینه و اصول پابندی ندارند. در ادامه این خبرنامه، رئیس شورای عالی مصالحه ملی چنین نوشته است: به شهیدان رویداد المناک امروز بهشت برین می طلبیم و به زخمی ها شفای عاجل و کامل استدامه نماییم و با خانواده های داغدار و مصیبت دیده رویداد امروز ابراز همدردی و غم شریکی میکنیم. یادآوری میکنیم که عصر دیروز در نزدیک آموزشگاه کوثر دانش یک انتحاری خود را انفجار داد. عمران خان میگوید با درگیری مسئله افغانستان حل نمی شود. نخست وزیر پاکستان در دیدار با رئیس مجلس نمایندگان گفت صلح در افغانستان به نفع دو کشور همسایه بوده و پیوندها در منطقه را افزایش خواهد داد. به گزارش اسپادنیک، عمران خان نخست وزیر پاکستان با میر رحمان رحمانی رئیس مجلس افغانستان و هیئت امرا دیدار و گفتگو کرد. نخست وزیر پاکستان در این دیدار تاکید کرد که صلح در افغانستان به نفع منافع دو کشور همسایه خواهد بود. وی گفت ظرفیت های اقتصادی به کار گرفته نشده میان دو کشور وجود دارد و با برقراری صلح و افزایش مناسبات اقتصادی و بازرگانی میان دو کشور می توان از این ظرفیت کار گرفت. نخست وزیر پاکستان افزود همچنین صلح در افغانستان مناسبات بازرگانی و اتصال در منطقه را افزایش خواهد داد. او گفت که سمینار تجارت و سرمایه گذاری پاکستان و افغانستان در تاریخ 26 تا 27 اکتبر در اسلام آباد نشان دهنده تمایل شدید پاکستان برای دستیابی و پیشرفت در دستور کار اقتصادی دو جانبه است. عمران خان با بیان این که سال نیازمندی راه حل سیاسی از طریق مذاکره است تصریح کرد.
بحران افغانستان راه حل نظامی نداشته و پاکستان اصل و ثبات در این کشور حمایت خواهد کرد. یادآوری میکنیم که روز گذشته رئیس مجلس نمایندگان افغانستان و هیئت همراه برای دیدار و گسترش پیوندهای دو جانبه و همچنین جلب حمایت پاکستان راهی این کشور شد. وزارت دفاع از کشته شدن 95 جنگجوی طالبان خبر داد. وزارت دفاع اعلام کرده است در یک شبانه روز گذشته 95 جنگجوی طالبان در درگیری با نیروهای امنیتی کشته و 43 نفر دیگر زخمی شدند. این وزارت خانه روز شنبه 3 عقرب در خبرنامه نوشت که نیروهای امنیتی در چارچوب دفاع فعال عملیات طالبان را در نو ولایت دفع کردند. طبق اعلامیه وزارت دفاع ملی، ولایت ننگرهار، هلمند، هرات، میدان وردک، زابل، قندهار، غور، قندوز و بادغیس گواه درگیری و حملات طالبان بوده است. وزارت دفاع گفته است که نیروهای هوایی در ولایت‌های ننگرهار، زابل، هلمند، بادغیس و قندهار عملیات‌های را علیه طالبان اجرا کردند. در روزهای اخیر سطح خشونت‌ها در کشور به شدت افزایش یافته است. وزارت دفاع آمار درشتی را از تلفات طالبان نشر می‌کند و در عین حال از تلفات سنگین نیروهای امنیتی نیز گزارش می‌شود. طی روزهای اخیر در ولایت‌های تخار و نیمروز ده‌ها نیروی امنیتی در عملیات طالبان کشته شدند. و در پایان، کرزی روند سال را معامله میان آمریکا و پاکستان خواند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین روند سال را معامله بین آمریکا و پاکستان خوانده و گفته است که چنین معاملات دقیقاً هنگام خروج شوروی بین ایالات متحده و پاکستان بود که افغانها را به بدبختی امروزی دچار کرد. کرزی به تازگی در مصاحبه با صدای آمریکا گفته است که افغانها از روند صلح حمایت می‌کنند، اما به گفته او صلح برای افغانها متمایز از توافق میان آمریکا و پاکستان است. او تصریح کرده است که روند صلح را که ایالات متحده به میان آورده است، ما می‌بینیم که در هماهنگی عالی با پاکستان قرار دارد. ما نقش پاکستان را در روند صلح درک می‌کنیم، اما صلح برای ما چیز دیگری است و توافق بین ایالات متحده و پاکستان در مورد ما یک موضوع متفاوت است. او گفته است که چنین معاملات هنگام خروج اتحاد جماهیر شوروی بین ایالات متحده و پاکستان بود که افغانها را به بدبختی امروزی دچار کرد. کرزی با اشاره به مذاکرات قطر تاکید کرده که هیچ معامله یا برنامه در پشت صحنه باید وجود نداشته باشد. تشکر از توجهتان. برای بهبود مطالب و ویدیوهای ما لطفاً نظریات و پیشنهادات خوبتان را با ما در میان بگذارید. تا ویدیوهای دیگر، الان نگهدار، کامگار و سرفراز باشید.